سلام علیکم. چقدر سرده، چقدر سرد. دادم تو ماشینی متوجه نمیشه. خیلی مخلصم، دمتون گرم که این ویدیو رو دارید تماشا میکنید و متشکرم که دارید کانال رو دنبال میکنید، سابسکرایبش میکنید، ویدیوها رو لایک میکنید، به دوستانتون معرفی میکنید. یه نکته رو بگم به کسایی که برای اولین بار دارن ویدیو منو میبینن، اون پایین ماینات کلی ویدیو باحال دارم. اما کانالو اگه سابسکرایب هم نمیخواید بکنید بکنید، ولی اگرم نمیخواید بکنید برید اون پایین ماینات کلی ویدیوهای باحال دارم ببینید، لذتشو ببرید. دمتون گرم که دارید حمایت میکنید. امروز میخوام راجع به موضوع خیلی باحال صحبت کنم و مطمئنم که دغدغه خیلی از جوانای ایرانی امروز خیلیاتون، و اونم بحث ازدواج. میخوام ببینم که توی بریتانیا، چون یکی از دوستانم تازه ازدواج کرده، میخوام ببینم که جوونا چطوری ازدواج میکنن و چجوری میرن سر خونه زندگیشون. با من همراه باشید، کیف میکنیم. گل بریزین رو عروس و داماد، یار مبارک یار مبارک باد. گل بریزین رو عروس و داماد، یار مبارک یار مبارک باد. خب این ساختمونی که الان دارید مشاهده میکنید ساختمون شهرداری شهر ماست و الان دیگه تبدیل شده به مرکز تست کرونا. حالا خیلیاتون مطمئنن پیش خودتون میگین که خب شهرداری الان چه ربطی به ازدواج داره و این داستانا، الان ربطش رو بهتون میگم. اینجا مثل ایران نیست خب دفتر خونه و محضر و این داستانا داشته باشن دیگه. ابتدا عروس و داماد و حالا پدر مادر میان توی یه جای شبیه اینجا که شهرداری در اصل شهرشون هست، ازدواجشون رو ثبت قانونی میکنن و مرحله بعدیش هم مرحله جذابی اونم براتون توضیح میدن. همونجوری که بهتون گفتم مرحله اول ازدواج توی انگلستان یه جای شبیه به اینجا و شهرداری اتفاق میفته و ثبت قانونی میشه، اما مرحله دوم یک جایی شبیه به اینجا توی کلیسای شهر اتفاق میفته و عروس و داماد به همراه دوستانشون، چند تن از اعضای خانوادهشون، میان توی کلیسا و ازدواجشون رو در کنار پدر روحانی کلیساشون ثبت در از شرعیشون رو حالا انجام میدن و یک مراسم خیلی کوچیکی میگیرن. برخلاف اون چیزی که تصور عامه مردمه، توی انگلستان اتفاقا بیشتر مردم خیلی ازدواجشون رو ساده برگزار میکنن و از اون تجملاتی که حالا تو فیلم ها میبینیم خیلی خبری نیست و شاید بعضی وقتا نهایتا با 20 نفر 30 نفر مهمون، اونم دوستا و خانواده خیلی نزدیک دور هم
یه عروسی برگزار میشه و دختر و پسر میرن سر خونه زندگیشون. خیلی ساده، خیلی راحت و خیلی آسان‌تر از اون چیزی که فکرش رو میکنی. بزرگترهای ما یا شاید یکی دو نسل قبل ما کاملا یادشونه و این اتفاق رو تجربه کردن که عمدتاً این مدلی بود که پدر خانواده یه خونه بزرگی داشت که اون خونه بزرگ رو، حالا یه اتاقش رو یا حالا یه طبقهش رو میداد به پسرش یا اگه دختر داشت دخترش که کنار هم زندگی کنن. این اتفاق بعضی جاها هم توی انگلستان هنوز میفته و بعضی وقتا دختر پسرها خونه مستقل و مجزا نمیگیرن و تا یه مدتی که حالا بتونن خودشون رو جمع و جور کنن کنار خانواده و با پدر مادر زندگی میکنن. اما اگر هم قرار باشه که خونه مستقل بگیرن، واقعا اینجوری نیستش که اولا که حالا حتما خونه بخرن و همون خونه که حتی اجاره هم میخوان بکنن، حتما این مدلی نیستش که یه خونه نوسازه. بستگی به درآمدشون و اینا داره ها، اما این مدلی نیست که فکر کنید حالا مثلا حتما باید یه خونه فلان باشه و خیلی خفن باشه همه چی. نه واقعا اینجوری نیست. بعضی وقتا الان فروشگاه میخوام بریم بهتون نشون بدم، با یک وسایلی زندگیشون رو شروع میکنن، با یک لوازم خونه زندگیشون رو شروع میکنن که شما شاید اصلا باورتون نشه که توی بریتانیا توی انگلستان دخترها و پسرها زندگیشون رو این مدلی شروع میکنن. این رو میخوام بهتون بگم که کم توقع بودن واقعا یکی از خصوصیات بارز مردم انگلستانه. خب این فروشگاه رو ببینین، این فروشگاه یه چیزی شبیه این قرمزا، شبیه سمساری های خودمونه، اما بسته است؟ آره بازه، نه بازه، نه بازن، توش هم میرم دیگه بشه تصویر بگیرم. یه چیزی شبیه سمساری های خودمونه که توی همه جا انگلیس هست، اما کارشون چیه؟ اما کارشون چیه؟ اینا وسایل دست دوم رو میخرن و بازسازی میکنن. این سمساری ها معمولا همونجوری میفروشن، اما اینها بازسازی میکنن و میفروشن. مثلا شما این کشوها رو کرونا نباشه مثلا 59 کن، مطمئنه اینا رو بیرون بخواه بخری گرونتره. بعضیش هم نوعه، ولی عمدتاً دست دومه. این رو میخوام بگم که بعضاً من دیدم، یعنی خودم به چشم دیدم که عروس و دامادهای خواستن برن سر خونه زندگیشون، جوونم بودن، خیلی هم پول نداشتن، مجبور شدن و از همینا خریدن و خیلی هم هپی و شاد و اوکی رفتن سر خونه زندگیشون. خب بچه‌ها این من اجازهشو گرفتم که اینجا فیلم برداری کنم. مثلا این میز ناخوری ببینید، این صندلیاش 49 پوند، خود میزم که 120 پوند تقریبا. همه چی دیگه، از لوازم خونه تقریبا همه چی، سن تلویزیون 50 پوند. نقاشی 10 پوند، فرش 50 پوند، 60 پوند، 85 پوند. این یه دونه 149 150 پوند. همه چی دیگه، این تمام لوازم خونه رو شما میتونید پیدا کنید. آباجورا رو این چه باحاله، ماشین ریشتراش.
همه چی دیگه، همه چی توسته، هر چی فکرشو بکنی پلو پس راحت میتونی مثلا یه جهاز اینجا جمع جور کنی، یه جهاز جمع جور کنی. خب دیدین دیگه، یعنی فکر کنم مثلا از یه چنین فروشگاهی با نهایتا دیگه 2000 پوند 2500 پوند شما بتونی لوازم یک خونه ای که برای زوجه، یه زوجه برای دو نفره رو بتونی تهیه کنی با 2000-2500 پوند راحت میشه این کارو کرد. آها یه نکته هم می‌خواستم بگم راجع به اینکه خب اول میرن توی شهرداری ثبت میکنن، بعد از شهرداری میرن توی کلیسا، اونجا هم یه مراسم کوچولو میگیرن و بعدش چیکار میکنن، جشنشون رو چیکار میکنن. معمولا اینجوری که خب اینجا تالار هم داره ها، مثل خودمون تالار عروسی و اینا، اما معمولا این مدلیه که خونه ها چون اینجا گاردن داره و حیاط داره، باغچه داره، معمولا یا حالا اگه مثلا خونه خودشون هم نداشته باشه، خونه دوستی آشنایی کسی داره، معمولا این کارو میکنن که یه جشن خیلی مثلا کوچولو توی حیاتی میگیرن و خیلی ساده، واقعا خیلی ساده، یعنی یه چیز میذارن، عرضم به حضورتون که یه گریل میذارن، نمیدونم میسندلی میذارن و یه دونه حالا گروه موسیقی میارن و دوره هم یه شب و اشغال میکنن و تمام میشه میره. بعضی جاها بعضی وقتا حالا الان که خدا شکر اصلا به خاطر کرونا نمیشه اونجور مراسم ها رو برگزار کرد، یه مراسم هایی آدم تو ایران میبینه اصلا کرکوپرش میریزه. اینجا بابا انگلیسه دیگه، مثلا جز چند تا کشور، نه 5 تا کشور برتر دنیا سالا به استناد آمارهای خودشون. اما میخوام بگم که اینا هم به خدا این مدلی نیستن، اینا هم با جنس دست دوم میرن سر خونه زندگیشون، اینا هم با یه اتاق یه سویت خیلی وقتا شروع میکنن و واقعا میخوان زندگی کنن و زندگی میکنن. یه خورده میشه واقعا از اینا الگو برداری کرد توی این موارد، توی این موارد واقعا میشه ازشون الگو گرفت و مطمئنم که به نفع همه است. همین جوری دیگه داره بهمون فشار میاد از نظر اقتصادی، حداقل خودمون دیگه خودمون رو اذیت نکنیم. دمتون گرم، هر سوالی داشتین دایرکت اینستاگرام در خدمتتون هستم، ویدیو رو لایک کنید، دمتون گرم، خیلی مخلصم، مرسی دوستتون دارم، عاشقتونم، خدافظ.